ابوترابی عضو مجلس ارتجاء. روحانی، شما در زمان انتخابات با تطهیر مجاهدین که 12,000 نفر را ترور کرده اند جای شهید و جلاد را عوض کردید. ابوترابی برای نخستین بار فاش کرد که آخوند روحانی دارای پاسپورت و تابعیت انگلیسی است و قوه قضاییه باید با آن رسیدگی کند. ما هم به لحاظ کت خدا بودن آمریکا برای شما مثل آنها، حتی اگر یک روز از رئیس جمهوریشان هم شده ترامپ را استیضاح کردن بد هم نیست. ما هم حتی اگر یک روز از ریاست جمهوری شما شده استیضاحتان کنیم، چرا که عملکرد شما مردم را از نظام اسلام و روحانیت زده کرده. اما دلایلی که قوه قضاییه باید بعد از ریاست جمهوری شما ورود به پرونده های شما کنند عبارتند از: یک، آقای روحانی، شما در زمان انتخابات دور دوم خود و جهت تبلیغات، افترا و نشر اکاذیب به تصمیم نظام داشتید. شما با تطهیر منافقینی که 12,000 نفر را در کشور ترور کردند و منافقین این که هر روز با یک دشمنی همراه هستند به فرموده مقام معظم رهبری جای شهید و جلاد را عوض کردید. لذا تصمیم نظام که توسط خمینی را به شعار انتخاباتی در مقابل یک کاندید تقلیل دادید و این مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب به نظام است که دادستان کل کشور باید تشکیل پرونده دهد. دو، آقای روحانی، شما با برجام نافرجام بزرگترین ظلم را به نظام کردید. سه، بحث دو تابعیت بودن شماست. در مجلس دهم که همسو با دولت شما بود تحقیق و تفحصی انجام شد که صراحتاً در این تحقیق و تفحص شما به داشتن تابعیت اسکاتلند یا به بیان دیگری بریتانیای کبیر شدید و از قوه قضاییه می‌خواهیم این پرونده را جهت تنویر افکار عمومی خارج از نوبت رسیدگی و اعلام نماید. به دستور شما 30 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای و 30 میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای سوبسید سفرهای خارجی و یا از ناس دادید که معلوم نمی باشد و فساد گسترده‌ای در این خصوص به وجود آمد. شما برای مردم ایران رئیس جمهور نبودید، بلکه سبک پادشاهان کشورهای حوزه خلیج فارس را می‌خواستید که کشور را اداره کنید، یعنی مدیریت کاخنشینی از راه دور. وزرا و رؤسای قوا و معاونین اول شما بین مردم هستند، ولی شما کرونا را بهانه کرده اید. البته شما می توانید، البته شما را باید به عنوان مبدع و پدر علم سرشماری داخل خود را دانست.